درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین یکی از بدترین خسلت های ما ایرانی ها که همیشه ما رو به چاه فلاکت انداخته همین میل به مفتخوریه جای غذای نظری بدن حجوم میبریم سر کار دیر میاییم و زود میریم موقع امتحانات تقلب میکنیم اگر بتونیم بلیت اتوبوس و مترو رو نمیدیم از فروشنده بخت برگشته تا جایی که زورمون برسه تخفیف میگیریم هر جا دوزار کالایی رو ارزانتر بفروشن برای خریدنش صف میکشیم و حتی حاضریم بمیریم اگر ببینیم جایی کفن مفت میدن و اسم تمام این کارهامون رو هم میذاریم زرنگی فلانی چقدر زرنگه که با پارتی بازی چند تا وام گرفته از بانک و فلانی چقدر زرنگه که خودش رو به مریضی زده از بیمه خدا تو من پول گرفته فلانی چقدر زرنگه که یک دختر پسر پولدار تور کرده و این در حالیه که فلانی های زرنگ رو همه جا میبینیم و حتی شاید خودمون هم یکی از همان زرنگ ها باشیم همان زرنگ هایی که فکر میکردن با آمدن خمینی قراره که همه چیز مجانی بشه و به خیال خودشون زرنگی کردن که به خیابان ها ریختن و شاهنشاه آریامهر بزرگ رو وادار به ترک کشور کردن. بله ما ملت زرنگی هستیم و اتاق فکرهای استعمار، جامعه شناسان خبره و کارکشته استعمار، ایران شناسان کهنکار و تیزهوش استعمار به خوبی این خصلت ما ایرانی ها رو میشناسن و روی آن سرمایه گذاری میکنن. هایی که خمینی از روی اونها حرف میزد از همین اتاق فکرهای استعمار جهانی بیرون میآمد برای فریب ملت زرنگ ایران. بدبختانه تا آن روزی که به خودمون نگاه نکنیم و سیاهی های درونمون رو نبینیم و پاک نکنیم هر بار دشمنان این آب و خاک از طریق یکی از نقط ضعفهای ما ایران رو به دست خودمون به نابودی خواهند کشان و بدترین جلوه میل به مفتخوری بیشتر ما ایرانی ها همینه که منتظریم کسی بیاد و ما را از چنگ جمهوری اسلامی نجات بده ورد زبانمون ایشالله ایشالله شده و هیچ وقت دلمون نمیخواد که برای نجات کشورمون هزینه بپردازیم. ته ذهن بیشتر ما کسی قراره با اسب سفید بیاد و همه ظالمان رو نابود کنه و همه چیز رو گل و بلبل بل. حتی از روی کسانی که در برابر دشخیم آخوندی ایستادند و بازداشت شکنجه و زندان و اعدام شدن شرم نمی کنیم و هرگز خودمون برای اعتراض به فرقه تبهکار پیش قدم نمیشیم عادت کردیم به اینکه کسی به جای ما تمام کارها رو انجام بده و همه چیز رو مرتب کنه روزی که میل به مفتخوری رو در خودمون کشتیم و عادت کردیم که برای بهتر شدن تلاش کنیم آن روز میشه امید داشت به آزادی ایران وگرنه تا ابد ما رو بازی چه خواهند کرد و لحظه به لحظه روزگارمون سیاهتر خواهد شد آرزو کنید که با هم و همگامی همه نیکندیشان جهان در عصر ما تاریخ ورق بخورد و صفحه تازه گشوده شود که در آن دیگر اثری از تاریکی ها از فقر و جه و بیماری و گرسنگی از تبعیض ها و از بی ها انگلیس خمینی ملعون رو جایگزین شاه کرد تا کشور ایران که رو به توسعه و پیشرفت داشت رو به وسیله ارتجای اسلام نابود کنه چند سال قبل از این اتفاق صدام به شاه ایران پیام میده که خمینی در ماهای اخیر بارها پذیرای مهمانانی از سفارت روس بوده و چند نفر هم به اسم خبرنگار انگلیسی با او دیدار داشتن اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند و اینکه خمینی شهروند شماست درباره او تصمیم عاجل بگیرید چون اگر این فرد زنده بمونه دودمان مردم ایران و عراق را باد خواهد داد در همین اسنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسه با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن و اما بعد از انقلاب معلوم شد که نه پیام صدام به دست شاه رسیده و نه پیام موسی صدر بلکه در دربار به دست تیمسار حسین فردوس رسیده بوده و او هم که بعدها معلوم شد جاسوس روسیه بوده نامه ها رو مخفی کرده و به شاه نشان نمیده. فردوس به فرستاده صدام گفته بوده که با علا حضرت حرف زدم گفتم که خمینی هیچ خطری نداره باید از ایشان محافظت بشه وگرنه روابط ما تیره میشه. این مطالب رو صدام در زمان محاکمش هم نوشته و 69 برگ رو به دست تارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا میگه که بله وسیع نامی صدام پیش من بود من هم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری بشه و این در حالیه که فعلا هیچ کس اون رو ندیده اما خاطرات یزدی و محمود دعایی رو که میخونیم تمام این امور رو تایید میکنه اما نامه موسا صدر پس از انقلاب عینا به دفتر خمینی ارسال میشه و او نیز با قذافی و روسها درباره صدر حرف میزنه و شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسا صدر شد. اخیرا معلوم شده کسی که قذافی رو لو داد هواپیماهای آواکس فرانسه بودن اما آن کس که او رو کشت جالب تره. او شش سال به اسم تاجر مفروشات عربی آفریقایی مقیم فرانسه بوده و بعید نیست که دوره جاسوسی میدیده و بعدا در صفوف انقلابیون ساده دل لیبی جا گرفت که فکر میکردن با کشتن قذافی دنیا گلستان میشه و ندانستند که قذافی معدن اسرار فرانسه و مسکو در جهان عرب و تحولات خاورمیانه است یعنی قذافی اگر پاش به دادگاه می رسید تمام پته چهل ساله فرانسه را به آب میداد و جالبتر اینکه قاتل قذافی رو با صورت پوشانده و هاشور شده در مصاحبه با کانال سی فرانسه حاضر می کنن و سه شب بعد در یک محوطه کاملا ایزوله و در برج مهمانسرای صدا و لیبی روبوده میشه و جسدش چند روز بعد در زیر پل الوفاق پیدا میشه و کشتن اون رو به گردن پسر قذافی انداختن و زمینه دستگیری و اجبار به سکوت او را هم فراهم میکنند اما سران امنیتی قذافی یعنی شش مقام عالی رتبه سه تا در روسیه یکی در اردن و دو نفر در لیبی رو بوده و یک به یک کشته میشن آن هم در کمتر از یک سال چرا زیرا معلوم نشه به چه دلیل قذافی آن همه چریک طرفدار خمینی را آموزش داد چمران یزدی منتظری جلال الدین فارسی احمد خمینی و غیره و اما سال اینجاست که چرا طی سفقر کمک دو میلیون دلار به دفتر خمینی در کویت واریز میشه و دولت کویت رو مجبور میکنن آن پول رو بلوکه نکنه چرا امام موسی صدر که خواهان جدایی دین از سیاست بود و پشت قضایای تبهکاری فرانسه و متحدینش در خاورمیانه رو خوانده بود با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف میشه و دنیا هم در برابر این جنایات سکوت میکنه و سالها رهبر اول ایران با قذافی نرد عشق میبازد و هیچگاه هم امام صدر را از اون مطالبه نمیکنه و این در حالیه که در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی جلال الدین فارسی فرمانده چریکهای هوادار خمینی با روزنامه رسالت مصاحبه کرد و قذافی رو شدیداً ستایش میکنه اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علنا بر زبان میاره که صدر لایک شده بود و اون مزاحم مسیر انقلاب و امام بود او میگه من در جریان رو بودنش بودم اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ نپرسیدم لازم هم نبود چون مهم این بود که باید حذف شد. و این در حالیه که وقایع هفتاد سال اخیر خاورمیانه رو هر چه که برهم میزنیم و به صورت پازل نگاهشون میکنیم نشان از یک تبهکاری عظیم داره که تاریخ و مردم و فرهنگ و هنر و معاش و وطن رو با هم کشت و نابود کرد تا صنایع تسلیحاتی روسیه به فروش برسه و زباله صنایع ماشینسازی فرانسه هم دورریز نداشته باشه و انگلیس هم بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تعمین بشه و همچنان نفت را ارزان ببرند در صورتی که اگر شاه در ایران ملک فیصل در عربستان و انور سادات در مصر باقی میماندن محال بود که خاورمیانه دچار وضعیت اسفبار امروزی بشه در همین رابطه حرفهای شنیدنی جناب آقای داروش شفا فرزند شادروان پروفسور شجاع الدین شفا که میگه فتنه 57 قابل پیش بینی بود اما قابل پیشگیری نبود در زمان جشنهای شاهنشاهی ایران یک آقایی به اسم جورج بال که این مشاور پشت،, پشت, سر همه چهار تا رئیس جمهور امریکا بوده اینشون در یک مقاله نوشت خیلی تند و تیز علیه ایران که پسر یک قزاق زاده قزاق بی سواد میخواد در ایران به خود اجازه بده که جشن 2500 مین شاهنشای ایران بگیره و در این جشن ملکه ایران به خود اجازه داده که از الماسی استفاده کنه رو لباسش به اسم دریای نور که این الماس از خزانه جواهرات هند وزیده شده. پدر رئیس بخش فرهنگی جشنا بود و خب آقای بالم میشناخت نامه سرباز برای اینکه در امریکا چاپ بشه که گفته بود که من آقای بال من از شما یک سوال دارم و یک درخواست. سوال من اینه که چطور دولت امریکا میتونه مراسم 250 یا 200 سال تاسیسش رو جشن بگیره با هزینه دو میلیارد دلار و در این جشن نوجوای جامعه امریکا شرکت کنند این نوجوای امروز امریکا از نسل اون 700 نفر قاتل و آدمکشی هستند که دولت انگلیس دولت وقت انگلیس اینو برای اینکه از شرشون خلاص شه توی کشتی گذاشت و به سرپرستی ادوارد هالی اینا رو فرستاد به امریکا به سرزمین در زمین یه درخواستی هم دارم برای ملت فضول ایران توضیح بدی جهان سومی ایران تا توضیح بدید که چطور ملکه ایران نمیتونه از این الماس که از خزانه هند شده استفاده کنه ولی اولی ازن انگلیس میتونه از الماس دوقلوی این به اسم کوه نور که این بار هم از خزانه هند و هم از خزانه ایران دزیده شده دو بار دزیده شده این نور تاجش بذاره و هیچ کس هم به این داستان نداشته باشه این دامه که ای خیلی سر صدا کرد اون موقع با آقای بال دیگه تعطیل کرد دیگه نوشته نمیواد از ایشون بعد از این داستان خود هم آقای بال گفته بود که در کتابی که نوشت بعدش که الان همه میتونن پیدا بخونن نوشت که این اینو میخواد وارد کلوب بزرگان بشه و نمیدونه که تو این کلوب ما کسی رو راه نمیدیم توش پادشاه ایران عاقل بود و همون رول پادشاهی که پادشاهان قاجار داشتن رعایت میکرد هیچ کس به کساش بهش کاری نداشت با این ترتیب عاقبت خوشی نخواهد داشت نامه اعتراضی و بسیار تند مصطفی چمران در حمایت از موسی صدر به خمینی که سبب شد خمینی دستور قتل چمران رو بده و این در حالی بود که مصطفی چمران تروریست از پیروان محمد مصدق تا شاگردی بازرگان و عضویت در نهزت آزادی و گروه های خرابکارانه در نقاط مختلف جهان بود. او معاون نخست وزیر دولت موقت، وزیر دفاع، نماینده مجلس اول، نماینده خمینی در شورای عالی دفاع و فرمانده ستاد جنگ های نامنظم بود. چمران به اتفاق یزدی و چند نفر دیگه در مصر و لبنان دوره چیریکی دیده بود و سالها در کنار اونا مبارزه کرده بود. او بیش از 90 درصد عمر خودش را در گروه های خرابکارانه و عملیات های تروریستی در نقاط مختلف جهان گذرانده بود و بیشتر عمر خودش را با اسلحه خوابیده بود. رجایی و چمران از اعضای نهست آزادی و هر دو شاگرد و پرورش یافته مهدی بازرگان بودند. خوشبختانه بسیاری از افرادی که نقش کلیدی در فتنه 57 داشتند به دستور خمینی جلاد به قتل رسیدند و اقل شرشون برای دهه ها از سر ملت ایران کم شد آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی پارق از بین و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خویش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش